رازهای خوشبختی. اگر در جستجوی خوشبخت کردن خود و دیگران است، این کتاب را بخوان، با آن عمل کن. ما یک کتاب پیش که درباره بحث کرده بودم، به زندگی لبخند بزن، یکی از بهترین کتابایی است که ما در زندگی می‌خواندیم. یعنی واقعا یک کتابی است که زندگی تان تغییر میده مثبت. و این کتاب فکر کنم خلاصه از اون کتاب است. او بسیار کتاب حجم بزرگ داره، چند صد ورق است و این کتاب بسیار عادی نوشته شده که برخی از مردم سعادت و خوشبختی را در زیبایی جوانب مختلف هستی میبیند. منظری زیبا، فکر زیبا، منفعت و سود بیشتر، خوشبخت کردن دیگران. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله این قسم بحث کردن، هر یک از فرزندانش تنها 12 درهم به ارث گذاشت. این قسم بحث های بسیار زیاد است، فرزندان و بسیار بحث های علمی است که در او بحث کردن. اگر خانم عصبانی شود چی کنین، شوهر عصبانی شود چی کنین، زن خوشبخت، مرد و خوشبختی، چگونه خانواده خوشبخت داشته باشین، بدبینی و افسردگی چی است، درباره ازی بحث کردن. لبخند زدن راه رسیدن به خوشبختی است، اخلاق نیک سبب خوشبختی است، نیکی ها بدی ها را از بین میبرد، پدر و مادر را خوشبخت کن. یعنی بسیار کتابی که باور کنین جوانان اگر ایره بخوانن، روز جمعه یا یک وقت رخصت باشین، چای سبز بشینین، دفتر و زمستان هم است، کتاب بخوانین. ما مطمئن هستم در یک روز دو روزی را خلاص خواهد کردین. خوشبختی در آرامش نفس چی است؟ بسیار بخش انجام عمل صالح است، روزی حلال است، مصیبت است، یعنی توبه کردن است، تواضع و عدالت و همه چیزا. یعنی یک کتاب بسیار خرد و با اقه مفاهیم بزرگ. پس میتونین فکر کنین بسیار کتاب ارزان است. یگانه چیزی که در افغانستان ارزان است کتاب است و او را ما نمیخریم. دیگه عزیز خوب است که خواهرها و برادرای عزیزی کتاب بخرن و بخوانن، پوینتای خوب استش نشته کنن، در صفحات اجتماعی تان نشر کنین و زندگی خود و دیگران به طرف مثبت راهنمایی کنین و زندگی تان تغییر بدین.